زمانی که صحبت از تجاوز به میان میآید، همگان به خشونت جنسی فیزیکی میاندیشند که ممکن است برای دیگران آن هم در تاریکی شب و خیابان‌های خلوت اتفاق بیفتد. برای عامل آن نفرین مرگ می‌فرستند. اما اگر کمی چشمانمان را بازتر کنیم و گوش‌هایمان را برای شنیدن آماده‌تر، متوجه می‌شویم که در پسوی هر خانه‌ای، در پنهانی‌ترین لایه‌های روز یا در گذر از نگاهمان به تن و روح افراد مختلف، تجاوز جنسی اتفاق می‌افتد. همان مسئله‌ای که می‌تواند برای تمام عمر آسیب دیدگان را از بدن و در واقع وجود خود دور کند. تجاوز جنسی و آثار آن چنان جدی، تخریبی و پنهان است که در طول تاریخ ابزار دست قدرتمندان برای حکم فرمایی شده است. در این میان زنانی که جهان آنها را جنس دوم و فرودست می‌پندارد، بیش از سایر جنسیت‌ها آسیب دیده‌اند. هرچند که تجاوز جنسی علیه مردان همچنان در برخی از کشورها و شاید بیشتر کشورهای جهان تابو است و نه آماری از آن موجود است و نه شهادت‌های زیادی. تأثیرات تجاوز اما بسیار ماندگارتر از اتفاق افتادن صرفاً یک عمل جنسی است. آسیب دیدگانی که برای درمان اثرات این مسئله به روانشناس ها مراجعه می کنند، در روند درمانی چندین ساله قرار می گیرند. اتفاقی که با تجاوز در روح و بدن آسیب دیده رخ می دهد، چنان پیچیده است که برخی معتقدند تنها با روانکاوی طولانی می توان تأثیرات آن را کم رنگ کرد تا آسیب دیده بتواند دوباره خود را از نو تعریف کند. آسیب دیده وقتی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد یا توان مخالفت ندارد یا توان مبارزه فیزیکی، در نتیجه این ناتوانی باعث می شود که بدنش تومه نگاه، کلام یا رفتار متجاوز شده و راه نجاتی نیز وجود نداشته باشد. هرچه این تجاوز با خشونت بیشتری همراه شود، نه تنها تأثیرات آن بیشتر است، بلکه مسیر رهایی از این تأثیرات نیز طولانی تر است. در این نوع از تجاوز بدن شخص نیز آسیب می بیند. در نتیجه درد فیزیکی نیز تأثیر گذارتر می شود. اما در طول تاریخ تجاوز جنسی ابزاری در دست قدرت بوده که توسط جامعه مردسالار در نسبت به زنان اعمال شده. ابزاری که از آن در زندان ها علیه مردان نیز استفاده می شود. این ابزار جدای از آزار آسیب دیده برای تسلط روی وی اعمال می شود تا به خاطر داشته باشد که این قدرت می تواند برای ارضای جنسی از او استفاده کند. در واقع متجاوز با تجاوز هم سرکوب می کند، هم در سلطه خود در می آورد و همان که ناتوانی را به آسیب دیده یادآور می شود. اما این تجاوز جنسی چه عواقب روحی و فیزیکی برای زنان به همراه دارد؟ کلن آسیب‌های ناشی از تجاوز جنسی میتونه خیلی دردناک و بحرانی باشه، از اون جمله استراب، افسردگی، مشکلات خلقی، انزوا، گوشیگیری، ترس از حضور در جامعه، افت شدید عملکرد فردی در زمینه‌های گوناگون مثل زمینه تحصیلی، شغلی، خانوادگی، تا جایی که حتی فرد به خوبی کارهای روزمره خودش رو که خوردن و خوابیدن و کارهای دیگه هست رو نمیتونه انجام بده. به این مشکلات میتونیم کابوسهای شبانه، بیخوابی، استرس و ترسهای شدید و بیعتمادی به خود و دیگران رو اضافه بکنیم و کلا مشکلات در اولین ماهای بعد از تجاوز خیلی فلج کننده هستش و این افرادی که تجاوز دیده هستن واقعا به حمایت عاطفی، خانوادگی و کمک‌های تخصصی لازم دارن تا شدت این مشکلات کم بشه. کلاً تجاوز هم تأثیرات فیزیکی و تنی داره و هم تأثیرات روانی. فیزیکی، تأثیرات فیزیکیش اینه که میتونه زن رو در دراز مدت دچار یک سری بیماری های روانتنی بکنه، مثل میگرن های طولانی مدت، مثل درد های عضلانی، مثل درد مثلا فرض کنید شکم، درد به هنگام رابطه جنسی و یک سری عواقب روحی خیلی دراز مدت هم میتونه داشته باشه، مانند ترس های مداوم،
یک سری هراس‌های بیجا که ما در روانشناسی بهشون میگیم فوبی، ترسیدن مثلا از تنها موندن در اتاق، ترسیدن از تاریکی، حتی ترسیدن از یک سری حیوانات و غیره. تجاوز جنسی به زنان عواقب روحی شاید از عواقب فیزیکیش هم بیشتر باشه، برای اینکه عواقب فیزیکی رو بیشتر موارد درمان میشه کرد، ولی عواقب روحی رو ممکنه سالها حتی با تراپی هم نشه درمان کرد. طبق تعریف جهانی، تجاوز هر حرکت و نگاهی است بدون رضایت فرد که موجب آزار جنسی می شود. این تعریف مجموعه ای از رفتارها را شامل می شود که حتی نگاه را نیز در خود دارد. یعنی اگر فردی بدون رضایت شخص مقابل به او نگاه جنسی داشته باشد، در واقع به او تجاوز کرده. در سطحی بالاتر، این نگاه تبدیل به کلمات و جملات جنسی می شود که باز هم رضایت شخص مقابل در آن در نظر گرفته نشده. یعنی افراد خشونت و تجاوز کلامی علیه دیگری اعمال می کنند. بر اساس تعریف جهانی تجاوز جنسی، هر کنش متجاوزانه‌ای می تواند در این مجموعه قرار گیرد که خشونت جنسی همراه با آزار فیزیکی آخرین سطح آن است. به دلیل سکوت در خصوص تجاوز، اما آمار دقیق و مشخصی از میزان این اتفاق علیه زنان، مردان و کودکان وجود ندارد و هر آنچه را که هست روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری تهیه کرده‌اند یا به مانند برخی کشورها مثل سوئد فرهنگ شهادت دادن در آنها جا افتاده است. تجاوز یکم این تعریفش کنیم شاید مناسب تر باشه، برای اینکه اون چیزی که در اذهان عمومی هست تجاوز یعنی اینکه یک مرد بدون رضایت این یک زن و با فشار جسمی و تهدید همخوابگی بکنه با اون زن. این تجاوز به معنی حقوقی خودش هست، ولی خب این میشه گفت که نهایتش، یعنی حد نهاییش این هست و طبیعتاً وقتی که یک زن مایل نباشه که حتی به بدنش دست زده بشه و این و بدنش دست بخوره به دلیل لذت جنسی یک مرد، اون هم تجاوز به حریم هست. یعنی بگیریم معمولا تعریف میکنیم که حریم یک انسان حدود یک دایره به قطر 60 سانتی متریشه، اونو بگیریم. طبیعتا اونجاییست که معمولا اگر کسی رو نشناسیم وارد نمیشیم، وارد اون حریم 50-60 سانتی متریم دست من. اگر شما به حریم یک زن وارد بشید بدونی که اجازه بگیرید ازش، بدونی که اون نظر داشته باشه، دلش بخواد، اینم تجاوز حتی فیزیکی محسوب میشه. این بعد تجاوز بیشتر تجاوز نگاه، یعنی شما نگاه رو به یک بدن یک زن میگردونید از پایین تا بالا، بالا تا پایین، و این رو با یک تفسیر جنسی تعبیرش میکنید، اینو که زن اینو میبینه میفهمه، این هم خودش یک تجاوزه. و بعد خب تجاوز کلامی داریم، یعنی به اون به شکلی کلمه‌ای واژه‌ای گفته میشه یا حتی مثلا یه سوت بیادبانه که به اون نشون داده میشه که بدنش یک مورد نیاز برطرف کردن جنسی است، خواست جنسی است. طبیعتا شما زن رو در حد تجاوز قرار دادید، یک درجه از بالاترینش میاییم تا حتی نگاه یه مقدار پنهان، نیمه پنهان هم بکنید، ولی اون بخونه اینو و منتظرش باشه. یعنی همونطور که میدونیم از در دید روانکاوی، بیشتر ما در نگاه دیگران رشد میکنیم تا در نگاه خودمون. نگاه دیگران به ما رو میسازه، نگاهشون مؤثره در ما. دیگران چه میگن، همسایه ها چی میگن، بقیه چی میگن، این چه میگن دیگران خیلی مهمه. خب اولا طبیعتا نوع تجاوز میتونه در اینکه ابعاد فیزیکی اون چگونه باشه تاثیر بگذاره. تجاوزات جنسی داریم که به مرگ زن منجر میشه، تجاوزات جنسی داریم که به آسیب رسانی به واژن و
دستگاه تناسلی زن منجر میشه، تجاوزات جنسی هست که با خشونت های فیزیکی دیگری هم همراهه که به آسیب رسانی جدی به بدن زن منجر میشه. اما غیر از اشکال گوناگون آسیب رسانی های جسمی و جنسی، تجاوز جنسی به ویژه به آسیب رسانی های روحی عمیقی منجر میشه. این آسیب رسانی ها میتونه با کابوس، با حس گناه، با حس شرم، با حس استیصال، با کابوس های فراموش نشدنی و پی در پی همراه باشه. میتونه حس نفرت از مردان رو تولید بکنه، حس پوچ بودن برای زن مورد تجاوز قرار گرفته در واقع همراهش باشه، حس تحقیر بسیار گسترده و بسیار از زنانی که مورد تجاوز قرار میگیرن حتی به فکر خودکشی میفتن. بنابراین بسته به این که ابعاد این تجاوز جنسی چیست، تأثیرات گوناگونی رو میتونه در بر داشته باشه. یکی از مهمترین عواقبی که دقیقا شاید در تمام طول عمر یک زن رو دنبال میکنه عواقب روحی این مسئله است، چون آن چیزی که در فیزیک اتفاق میفته بیش از همه چیز نمود خودش رو در روانشناسی و انسانی داره که نتونسته در یک لحظه ای از خودش و از جسم خودش محافظت کنه در برابر یک کس دیگه که قدرت بیشتری از اون داشته. در نتیجه بسیاری از کسانی که تحت خشونت جنسی قرار میگیرن در تمام دنیا تا سالها بعد تراپی بشن، تا سالها بعد پیش روانشناس برن برای اینکه بتونن با این مسئله، نه اینکه بپذیرنش. آدم هیچ وقت نمیتونه در عمرش بپذیره چنین پدیده ای رو، چنین اتفاقی که براش افتاده، بلکه بتونه به یک شکلی به زندگیش ادامه بده و در عین حال بپذیره که او نبوده که مقصر بوده، مقصر طرف دیگری بوده که از قدرت خودش استفاده کرده. و این به هر حال که مسئله خیلی پیچیده‌ای هستش در هر زنی یا هر انسانی که مورد تجاوز جنسی قرار بگیره. یه چیز با عجیبی که من وجود داره این که فرق فرهنگیه. خانمای اروپایی مثلا فرانسوی که من باشون کار کردم، چون با اطرافیانشون مرتب حرف میزنن، نه فقط در روانپزشک یا روانکاو ببینن، ولی با اطرافیان، با دوستان، با دوستای مرد، با دوستای زن، چون حرف میزنن مشکل زودتر حل میشه. خانمای ایرانی غالبا میگن ننگه، حتی به مادرشون هم نمیگن، به خواهرشون هم نمیگن. اون وقت به این دلیل هر چی دیرتر آدم حرف بزنه، هر چی دیرتر مشکل براش حل بشه، خب ممکن تا آخر عمری قضیه وجود داشته باشه دیگه. خیلی اصلا یه خط میکشن رو زندگی زناشویی و عاشقانه دیگه. ما میبینیم که خیلی مواقع متاسفانه در ایران این افرادی که خودشون ستم دیده و تجاوز دیده هستن مورد سرزنش اطرافیان قرار میگیرن و همسر، خانواده و اطرافیان حتی اونها رو طرد میکنن و این مسئله باعث میشه که افراد تجاوز دیده واقعا احساس تنهایی بکنن و مشکلشون بغرنج تر بشه و این مسئله کاملا ریشه فرهنگی داره و باعث میشه که حتی در مواردی اطرافیان از فرد تجاوز دیده سوء استفاده جنسی بکنن و مشکل اون رو بیشتر و بیشتر بکنن. مسلماً باید به این مسئله توجه کرد که فردی که چنین سختی رو تحمل کرده و مورد تجاوز قرار گرفته به حمایت قانونی و حمایت خانواده و اطرافیان و دوستان داره و اگر این حمایت صورت نگیره بنابراین نمیتونه با این مسئله تقابل بکنه و از پس این مشکلات بر بیاد. پس وقتی که یک زن میدونه که دیگران راجع بهش اینو میگن که مردها بهش نگاه میکنن در کوچه، اینم یک نوع تجاوزه، بعد اینکه این آزادیش رو از دست
میده. به قول معروف میگن اگر من زیبا شدم که تقصیر خودم نیست، که یه زن اگر زیبا شده که تقصیر خودش نیست، که مورد تجاوز نگاه‌های قرار بگیره که تمایلی بهش نداره و طبیعتاً یک نوع مقاومت، رزیستانس، مقاومت از زن روانی بهش میگیم، یک مقاومتی در زن ایجاد میشه که یک سری پیشگیری‌های انجام بده و این پیشگیری‌ها شب و روز باهاش هستن. یعنی اگر لبخندی میزنه، این لبخند دلش میخواد لبخند بزنه، مثل همه یک دلیلی در روبروش هست که دلش میخواد لبخند بزنه، دلش میخواد با یک لطیفه‌ای که میشنوه بخنده، ولی این خندش به چه جور تعبیر میشه؟ دلش میخواد یه جور لباس خاصی بپوشه، به چه گونه تعبیر میشه؟ دلش میخواد به یه شکلی راه بره، اون چگونه تعبیر میشه؟ و چون در این فضاست که همیشه این پرسش رو از خودش خواهد کرد که از اون تجاوز نگاه، واژه، رفتار تا تجاوز نهایی در اون میدان قرار نگیره، و چون میخواد در اون میدان قرار نگیره، همیشه در حال یک مقاومتی است. یه جور دیگه بگم در حال یک جنگی است با خودش، بین اون چیزی که میلش هست و اون کاری که میتونه بکنه، یک جنگی دائمی در یک زن هست و وضع روانیشو میشه توصیف کرد. برای یه مرد میشه اینجور توصیف کرد، یک جنگ روانی در داخلش هست که این میل داره بخنده با این لطیفه، ولی در بین یه مرد نمیخنده، به این دلیل که نمیدونه چگونه تعبیر میشه. اینکه این تأثیرات شدت و حدتش چقدره یه بحثه، اما اینکه به هر حال تجاوز با درهم کوبیدن شخصیت زن در اساس به نوعی رد پایی میذاره که هرگز فراموش شدنی نیست. به نظر من یه بحث بسیار جدی است. یکی از فیلم هایی که من سر کلاس های درس با ترجمه که یک کورسی دارم به نام خشونت علیه زنان و در روابط نزدیک، فیلمی رو من به نمایش میذاریم در این کورس که در اونجا گفته میشه زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته علنا میگن حتی مردی که تجاوز کرده فوقش میره زندان و بعد از 2 سال آزاد میشه، یه سال آزاد میشه، اما رد پای این تجاوز هرگز از زندگی و روح و روان آن زنان رخت بر نمی کنه. بنابراین یکی از خشنترین، بیرحمانه ترین و آزاردهنده ترین نوع خشونتی است که میتونم بگم رد پاش به یک معنی جاودانه و به هیچ وجه لحظه ای نیست. رد پای فیزیکی ممکنه کوتاه مدت باشه، ولی رد پای به ویژه روحی پایان ناپذیره. میتونه به سردی در روابط جنسی منجر بشه، به عدم تمایل به آمیزش جنسی با مرد دیگری منجر بشه، میشه اصلا به وحشت از مرد منجر بشه، و اینا دست کم کمترین در واقع پیامدهایی است که داره، و همونطور گفتم میتونه با افسردگی و بیماری‌های روحی بسیار زیادی همراه باشه که گاه هرگز پاک شدنی نیست، تا آخر عمر با قربانی همراه هستش. اگر کتاب‌هایی که قربانی‌های هیتلر نوشتن آدم بخونه، می‌بینید که هر کجا که بشریت فراموش میشه، انسانیت فراموش میشه، نتیجه‌اش همونه. گفتم هیتلر، ولی من دوستای الجزیره ایم که زمان جنگ الجزیره بهشون تجاوز ممکن نشده باشه علاج جنسی، ولی شکنجه دیدن، کتک خوردن، تو زندان انفرادی بودن، نمی‌دونستن روزه، شبه، چه تاریخیه، چند روز گذشته، نه پدر دیدن، نه مادر، نه خواهر، نه برادر، ماه‌ها، هفته‌ها. اینام مشکلشون فرق خیلی فرق نداره با تجاوز. یعنی اونجایی که انسانیت از بین میره، یعنی من منتظرم که طرف با من انسان باشه، وقتی نیست نه فقط جا خالی میده، بلکه کاری میکنه که حیوان ها نمیکنن. این هم قصه مهمه. یعنی مثل حیوانی رو نه، حیوان های کار حیوان تجاوز میکنه. یعنی چیزی که ما میگیم تجاوز در دنیای حیوانات وجود نداره. در
در خیابان و کوچه ها که سر بگردانیم نگاه مردانه‌ای که زنان را زیر خود نگه داشته به وضوح می‌بینیم. راه رفتن، غذا خوردن و حتی حرف زدن زنان می‌تواند عاملی برای تحریک مردان به حساب آید. البته این تفکری مردسالار است که چنین تبلیغ می‌کند. هرچند که این مردان نیز در جامعه خود سرکوب شده جنسی هستند. روابط جنسی در جامعه ایران و در بسیاری از جوامع دیگر به عنوان تابوی اجتماعی شناخته می‌شود. نه کسی از آن سخن به میان می‌آورد و نه کسی آموزشی می‌بیند. در واقع آموزش مسائل جنسی در ایران وجود ندارد و کودکان نه در مدرسه و نه در محیط خانه آموزشی برای روابط جنسی نمی‌بینند و از خطرات آن مطلع نمی‌شوند. به شکل سنتی نیز در جوامع مردسالار عنوان می‌شود که مسئله جنسی در مردان قوی‌تر از زنان است. همین باور اشتباه باعث شده که تبعیض جنسیتی میان این دو جنسیت برقرار شود. این تفکر چنین می نماید که مردان اسیر شهوت‌های جنسی هستند و اختیاری از خود ندارند. در مقابل این زنان هستند که وظیفه‌شان برطرف کردن این حس جنسی همیشگی است. همین باور زنان را صرفاً موجودی با توصیف مادر می شناسد. در حالی که حتی بیولوژیک رابطه جنسی نیز آموزش داده نمی شود و کودکان در شرایطی به سن بلوغ می رسند که شناختی از توانایی جنسی خود ندارند. قوه جنسی آنها در حالی به باروری می رسد که حتی اطلاعی از وجود آن ندارند. بسیاری از زنان در چنین جوامعی به آزار و اذیت‌های جنسی عادت کرده و آن را امری مسلم می پندارند. قدم به خیابان که می گذارند منتظر هر کنش جنسی در پیرامون خود هستند. این کنش می تواند متلک باشد یا لمسی که گاه با درد فیزیکی هم همراه می شود. اما به واقع آیا تفاوت میان تجاوز کامل جنسی و جسمی با تجاوز کلامی وجود دارد؟ آیا با کلام هم میتوان زنان را به طور کلی انسانها را مورد آزار جنسی قرار داد؟ کلن تجاوز جنسی به هر نوع تماس یا رفتار جنسی با فرد بدون رضایت اون گفته میشه. در حقیقت تجاوز جنسی نوعی خشونت جنسی هستش که معمولا شامل آمیزش جنسی هستش که فرد یا افراد تمایلی با اون ندارن و در صورتی که این مسئله با افراد کم سن و سال صورت بگیره حتی اگر با رضایت اونها باشه باز هم تجاوز جنسی گفته میشه و از مؤلفه‌های دیگه اون بهره کشی روحی و روانی هست و تجاوز جنسی معمولاً با خشونت، تهدید و ارعاب صورت میگیره. تجاوز کلامی اگه منظورتون حرفای رکی که مسلماً یک سری عواقبی داره برای زن، یعنی با خاصیت فحش و فحش‌های جنسی تحقیر فرده، یعنی رو روحیش، رو اعتماد به نفسش تو دراز مدت میتونه تأثیرات بسیار بدی بذاره. تجاوز جسمی همونطور که گفتیم علاوه بر تأثیرات روانی که روی فرد میذاره میتونه یک سری عواقب جسمی هم برای زن داشته باشه، یعنی ناتوانی در برقراری رابطه جنسی سالم، عدم لذت خیلی مواقع، خیلی از زنها از اصلا کارهای روزانه و مسائل زندگی، یه سری بیماری های روانتنی مثلا ناراحتی های عضلانی، دردهای مستمر سر، مثلا سردردهای مزمن گاهی اوقات به شکل میگرن و ناراحتی های مربوط به دستگاه گوارشی و غیره جز عوارض دراز مدت تجاوز های جنسی هست. مسلما تجاوز جنسی از نظر روحی مضرات و ضررات بیشتر روحی برای زنها داره، ولی همین تجاوز کلامی، همین خشونت کلامی که نسبت به زنان به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما اجرا میشه هم اثرات روحی بسیار بدی داره. من از بسیاری از زنان ایرانی که از ایران به کشورهای اروپایی آمدن میشنوم که تا
مدت‌ها بعد از اینکه در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنن از رفتن بعد از تاریکی به خیابان‌ها وحشت دارن، از اینکه در خیابان‌ها در یک از اجتماعی که مردا جمع شدن از کنارشون رد بشن وحشت دارن و ناخودآگاه اون طرف خیابون میرن و اینا همه اثرات روحی این خشونت کلامی و خشونت جنسی لفظیه که در جامعه‌ای مثل جامعه ما روز به روز اجرا میشه. این مسئله را میتوان در تابوی بلوغ هم مشاهده کرد. دختران و پسرانی که نه در مدرسه و نه در محیط خانواده آموزش ندیدند، در نتیجه بدون این شناخت وارد جامعه میشوند و با جنسیت‌های دیگر برخورد پیدا میکنند. جامعه ای را تصور کنید که تبعیض جنسیتی از کودکی به همراه کودکان است. زنان موجودی برای لذت بردن مردان شناخته میشوند که وظیفه‌شان تولید مثل و نفر دوم بودن است. در این جامعه آنچه همه جا تابوست در خیابان یافت میشود. رابطه جنسی و کشش و گرایش جنسی که مشخصات جانور بودن انسان روی کره زمین است نادیده گرفته شده و درباره‌اش سکوت می شود. در نتیجه دسترسی آن در خیابان و مکانهای عمومی بیشتر می شود. در این جوامع که زنان را جنس دوم می پندارند و به آن باور دارند، خیابان اولین قربانگاه آنها در حیطه تجاوز جنسی است. تفاوت وجود داره طبیعتاً، ولی میشه گفت امتدادش هست. همونجوری که من بیان کردم، یه از یه جایی شروع میشه و اون با تجاوز نگاه هست و نوع نگاه. اون که خیلی هم در ادبیات عامه مردم ایران نگاه هیز میگیم، نگاه هیز خیلی واژه از این نظر جا افتاده، یعنی هیز نگاهش، نگاه هیز یعنی همین، یعنی نگاه غیر مجازی که از نظر جنسی به یک زن نگاه میکنه و نگاه دوخته شده. این طبیعتاً وقتی طولانی مدت بشه، زیاد بشه، آزار میده زن رو. ولی خب با اون مسئله تجاوزی که به جسم وارد بشه و آلت تناسلیش وارد بشه بدون اینکه لذت ببره، نیاز داشته باشه، خواستش باشه، و بعد خب ممکنه اون هم باز مسائل مختلفی هست. تجاوز در حالتی که دختر باکره باشه، نباشه، برای اولین بارش باشه، نباشه، بعد امکان حاملگی باشه، نباشه، این همجوری مسئله رو پیچیده و سنش و تجاوز در سنین پایین باز فرق میکنه و تجاوز افراد نزدیک خانواده اون هم دیگه وضع رو بدتر میکنه. خود همین تجاوز هم میبینیم که اثرات روانیش هرچه بیشتر، هرچه جلوتر بریم، اثرات روانی غیر قابل جبرانش، مثلا تجاوز افراد نزدیک محارم در خانواده به دخترهای کوچک، این تجاوز از روانی چنان میشکنه که هیچ وقت دیگه قابل معالجه نیست. این تمام شده است. کلن آزار جنسی کلامی محدوده وسیع داره و مجموعی از رفتارها و مزاحمت‌های خیابونی تا تحقیر جنسی و تعرض کلامی رو در بر میگیره و کلن عملی هستش که با ماهیت جنسی صورت میگیره و خیلی در کشورهایی که مردسالار و پدرسالار، سیستم پدرسالاری وجود داره، این مسئله پیش میاد و میشه گفت که در همچین جوامعی، در همچین سیستمایی تقریبا زنی وجود نداره که به نوعی دچار این خشونت نشده باشه. یک عنصر کلیدی تجاوز جنسی رو نوعی قدرت نمایی، به خصوص تجاوز جنسی مردان علیه زنان اگر اشاره میکنیم، نوعی قدرت نمایی مردان علیه زنان باشه و یا اصولا نوعی قدرت نمایی باشه و لذت بردن از آزار دیگری، چون به گمان من تجاوز جنسی در ذاتش نوعی سادیسمه و سادیسم فقط در واقع میلی به زیر کنترل در آوردن نیست، بلکه لذت بردن از آسیب رسانی به دیگری است. یعنی این دو عنصر مکمل هم دیگه است. هم دوست داره که سادیسم رفتاری است برای اعمال قدرت مطلق و به زیر کنترل در آوردن فرد مقابل و وادار کردنش به هر آنچه که آدمی میخواد انجام بده، و دیگر این که از آزار اون فرد و به زیر کنترل در آوردنش لذت بردنه. بنابراین به این معنی آزارهای جنسی و تجاوز جنسی
درسته که در برابر قانون یکی نیستن، از مجازات‌های متفاوتی برخوردارن و تأثیراتشون هم الزاماً یکی نیست، برای اینکه مثلا تجاوز جنسی، آزار جنسی ممکنه تأثیرات محدودتر یا کوتاه مدتتری داشته باشه، تجاوز جنسی میتونه با توجه به ابعاد گوناگونی که میتونه به خودش بگیره خیلی عمیق‌تر، طولانی‌تر و آسیب رسانی‌هاش غیر قابل جبران‌تر باشه، اما از یک عنصر مشترک برقرار برخورداره. عنصر مشترکش آزار دادن دیگری و لذت بردن از آزار دیگری است. شما وقتی متلک میگید، در واقع آزار کلامی جنسی تحقیر میکنید، دشنام جنسی میدید، متلک میگید، در واقع قصدتون تحقیر شخصیت دیگری است و تحقیر جنسی اون هست و لذت میبرید از این که دارید این تحقیر جنسی رو انجام میدید. این بیشک یک سادیسمه، ولی این سادیسم کلامی جنسی طبیعتاً از این نظر با سادیسم به اصطلاح تجاوز جنسی در حوزه فیزیکی مشترکه. در اونجا هم فرد از وادار کردن دیگری به انجام کاری خلاف میل خودش و از اینکه دیگری رو داره آزار میده و تحقیر میکنه داره لذت میبره، نوعی قدرت نمایی مطلق در هر دو به عنوان هدف ماجراست و از این نظر شباهت‌های معینی داره، ولی همونطور گفتم به هر حال از یک جنس به یک معنا نیست، چون که ابعادش متفاوته و پیامدهای قانونیش هم متفاوته، ولی وجه مشترکش هم کم نیست و من اونو جلوه‌های گوناگونی از یک سادیسم جنسی می‌شناسم. به هر حال هر دوش روی روان فرد اثر می‌ذاره. وقتی که تجاوز جنسی کامل صورت گرفته باشه، خب مسلم هستش که بسیاری از اون چیزا به ذهن میاد، دوباره باز میگرده و بسیاری از صحنه‌هایی که شاید خیلی برای کسی فجیع باشه، ولی هر دو شکل تعرضیه که به انسان، به روح انسان یا به جنس به انسان انجام شده. و حالا اینکه هر دو آیا به یک نسبت در تمام طول عمر که انسان رو دنبال خواهد کرد، این رو باید یه آدم متخصص بگه که من این تخصص رو ندارم، ولی میدونم در هر دو مورد بسته به اینکه تا چه میزان این تعرض در حقیقت طول مدتش بوده باشه، شرایطی که توش قرار گرفته، به هر حال آدم ها نیاز دارن به ترمیم روان خودشون در برای محافظت خودشون در برابر اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. مسلماً بعد باشه، برای اینکه با کلام که هست طرف میتونه فرار کنه، در صورتی که وقتی قدرت و عضلات میان تو کار فرار سخت‌تره و وحشتش حتما بیشتره.